سلام به همه شما خفنا، خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. مژدگونی بدید بچه ها، بالاخره وارویتین آلفا اومد. یه توضیح خیلی کوچیک تو پرانتزی بدم که اصلا وارویتین آلفا یعنی چی. اکسپنشن وارویتین که توی پاییز حدود 5 6 ماه دیگه داره میاد، یه نسخه تستی داره به نام نسخه تست آلفا که در دسترس یه سری از کانتنت کریئتورها و یک سری افرادی که تست میکنن بلیزارد الان قرار داده و یک سری اخبار در مورد اینکه خود وارویتین، اکسپنشن وارویتین ورد اف وارکرافت که ما به شدت منتظرش هستیم، بالاخره از نسخه آلفا، این نسخه تستش در اومده. بعدم بهتون بگم که نسخه آلفا رو شما نمیتونید بازی کنید، بلیزارد فقط به یک سری افراد خاص داده، پس گشتم نبود نگرد نیست. ولی خب کلی اطلاعات، اخبار، ویدیو، عکس ازش تو اینترنت پخش شده که توی این ویدیو صرفا خیلی تیتروار میخوایم بریم سری خبرهای جدید رو بخونیم و یه ویدیو هم فردا میذارم که تو ویدیوی فردا خیلی دقیق‌تر میایم همه این خبرها رو باز میکنیم با یه ادیت بهتر، یه ویدیو خیلی خفن‌تر. پس ویدیویی که فردا میادم دریابید، این ویدیو صرفاً خوندن تیترهای خبرهای جدیده. یک بچه ها کلاس‌های خب جدید مشخص شده، تالنت‌هاشون شما از همین الان میتونید ببینید تالنت خیلی از کلاس‌ها رو توی حالا خود وفت حتی تو کلکلیتور تالنتاش تست کنید و چک کنید دیگه. در مورد این خبر خیلی صحبت نمی کنم، تالنت های جدید تو وارویتین مشخص شده. خبر بعدی در مورد هیرویک ویک یا هفته هیرویک، واسه بچه‌هایی که رید می‌زنن، مخصوصا بچه‌هایی که هاردکورترن و گیلدایی که حالا هاردکورترن. توی دراگون فلایت یه اتفاقی که افتاد این بود که بلیزارد رید هیرویک و رید میتیک رو همزمان توی یک هفته عرضه می‌کرد. خب و این یه اشکالی که به وجود می آورد این بود که پلیرها نمی رسیدن هم هیرویک هم میتیک رو بخوان کلیر کنن و پروگرس کنن و بلیزارد دوباره اومده به حالت قبل برگشته، یعنی قبل از این که بخواد رید میتیک رو ریلیز کنه قبلش میاد رید هیرویک رو ریلیز میکنه و پلیرها وقت دارن که قبل از این که رید میتیک بیاد برن رید هیرویک رو بشونن و به نظر من این خیلی بهتره و خیلی خبر خوبیه واسه بچه‌هایی که رید میزنن. یه خبر به شدت پشمیریزون بچه‌ها، توی مپای جدید وارویتین خرابه هایی از دالاران پیدا شده. دالاران که 100% میشناسید، یکی از محبوب ترین شهرهای تو کل بازی که هم هوردو هم الینسا دوستش دارن، یه زمانی تو نورسرن بود، بعدش رفت توی بروکن آی لیجن. اینجا در مورد چی صحبت کرده؟ در مورد این که احتمال داره ما توی وارویتین شهر دالاران رو ببینیم. همونطور که میدونید دالاران یه شهریه که روی هوا معلقه و میج ها و جادوگرای خیلی قوی این شهر رو تلپورت میکنن به جاهای مختلف. از اونجایی که یه سری از خرابه های دالاران توی وارویتین پیدا شده، احتمال میدن که خود دالاران هم به وارویتین اضافه شه. هنوز 100% مشخص نیست و این خبر خیلی طولانی، من خیلی نمیتونم جزئیات رو توضیح بدم، در به صورت کلی براتون توضیح دادم چه اتفاقی قرار بیفته دیگه. بازم میگم بچه ویدیویی که فردا میاد و از دست ندید، که تو ویدیوی فردا روی این اخبار دقیق تر میشیم، با ادیت خیلی خفن تر ویدیو واسهتون توضیح میدیم. خبر بعدی که اومده در مورد سیستم واربند. سیستم واربند یه سیستمیه که شما بین کاراکتراتون آیتم جابجا میکنید، رپوتیشن جابجا میکنید، کوست جابجا میکنید و خیلی چیزای دیگه، گل جابجا میکنید. در واقع یه سیستمیه که خیلی آلت فرندلیه. شما وقتی یه کاراکتر آلت میاری بالا، دیگه نیاز نیست کاری که با کاراکتر اصلیت کردی با کاراکتر آلتت هم انجام بدی، همش براش سیو میشه. خیلی از آیتمایی که تو دراگون فلایت الان سول بانده توی وارویتین واربند میشه. یعنی چی؟ یعنی بین کاراکتراتون خیلی راحت میتونید شیر کنید و این سیستم واربند توضیحات براش خیلی زیاده، آپدیت ها براش خیلی زیاده. جا نمیشه توی این ویدیو کامل سیستم واربند رو توضیح بدیم، همونطور که گفتم ویدیوی فردا کامل تر توضیح میدیم، به هیچ وجه ویدیوی فردا رو از دست ندید. و یه نکته خیلی مهمی که در مورد همین واربند باید توش صحبت کنیم، اونم در مورد اچیومنت های جدیدی که با واربند اومده. بچا اچیومنت هایی که شما وقتی کامپلیتش میکنید جایزه هایی بهتون میده که رو کل اکانتتون میتونید استفاده کنید. برای مثال این اچیومنت که دارید میبینید، مثلا گفته با یه دونه از کاراکتراتون لول 80 شو. شما یه کاراکتر رو لول 80 کنید، کلی جایزه به حالا همه کاراکترات میده. خب یه سیستم آلت فرندلی خیلی خفنه. برای مثال این توی که دارید میبینید، شما اگه حالا یه اچیومنت رو کامل کنید، یه توی بهتون میده که اون توی مستقیما دسترسی به شما میده به بانک واربندتون. خیلی خفنه بچه‌ها، خیلی هم موقعیت جدید واسه فارم ایجاد میکنه. دانجن هایی که توی سیزن یک وارویتین میخوایم بزنیم بالاخره مشخص شده. دانجن آراکارا سیتی آف اکوس، دانجن سیتی آف تریدز،
دانجن استون والت، دانجن داون بریکر، دانجن میست آف ترینا، حاجی میست دانجن شادولند، خیلی هم دانجن خفنیه. من ازش از ویدیوی بوست دانجن میست تو کانالم دارم، یکی از اولین ویدیوهایی که تو کانالم آپلود کردم. دانجن نکروتیک ویک، اینم یکی از خفن ترین دانجن های شادولند، دانجن سایج آف برولاس و دانجن گریم باتل. اینا دانجن هایی هستن که تو سیزن یک حالا وارویتی ما میبینیم. خیلی جالبه که دانجن های شادولند آورده، مخصوصا خفن ترین دانجن هاش هم آورده، دانجن میست و نکروتیک ویک. یه خبر دیگه دوباره در مورد واربند. بچه ها، واربند ها یه بانکی بهتون میده که شما واسه این که تب های بانک واربند رو باز کنی باید گلد خرج کنی. تب یکش 1000 تا گولد میخواد، تب دوش 25000 تا، تب سهش 100000 تا، تب چهارش 500000 تا و تب پنجش 2.5 میلیون گولد. یا جد صادق، تب آخرش نه، کلن جمعشون کلن 3.2 میلیون گولد ما باید خرج کنیم که بانک واربندمون باز شه. هولی شیت، چت پشمام ریخت. بای دی وی در مورد این بانک واربند، بچه تو ویدیوی فردا بیشتر توضیح میدم، خیلی چیز خفنیه ولی انتظار نداشتم 3 میلیون قیمتش باشه. به نظرم 3 میلیون میارزه، یعنی خیلی حرکتای گولد فارم میشه باش زد که در آینده در مورد صحبت میکنیم. 3 میلیون میارزه واقعا. و در مورد یه وفکست گفته بچا دیولپرها یه وفکست گذاشتن و در مورد وارویتین کلی صحبت کردن. وفکست هولوش نیم ساعت یه ساعته که نمیرسیم اینجا حالا در مورد صحبت کنیم. من این وفکست رو کامل خودم نگاه میکنم و هر نکته جالبی که توش بود حتما تو ویدیویی که فردا در مورد وارویتین آلفا میخوام بذارم بهش اشاره میکنم. پس بازم تکرار میکنم، آقا این ویدیو صرفا خوندن تیتروار خبر است، ویدیوی فردا که ویدیو اصلی رو از دست ندید. و یه سری مدل ها پیدا شده بچه ها، مدل ها و ام پی سی هایی که تو وارویتین داریم. آلریا وین رانر، وای وای، آلریا چه بچه‌ای شده، دلم خواست. واو واو آجی، مدل آندوینو آجی، آندوین کجاش اینجوری؟ آندوین تا حالا بچه چون بود؟ واقعا آندوینو تغییر دادم بچه. آندوین، مویرا، داگران، فیرن لوثار، چه شخصیت هایی، های اسپیکر، ماگنی برونزبرد که آجی سنگی نبود. به هر حال بچه ها NPC ها رو دارید میبینید، NPC ها به شدت از نظر گرافیکی آپگرید شدن، خیلی خفنن و خیلی ما رو دوپا هایپ میکنن واسه یه وارویتین. خبر بعدی بچه ها، واسه اولین بار توی وارویتین یه مود جدید میاد که شما به توسط این مود میتونید همه عنکبوت های تو بازی رو تبدیل به خرچنگ کنید. همینطور که میبینید بچه ها، برای مثال یه عنکبوت یا یه نروب اینجاست، با این مود این عنکبوت تبدیل به خرچنگ میشه. حالا پوینتش چیه نمیدونم، قطعا واسه شخصی سازی و انداختن تم رو بازیه، مثل دوتا تو که یه سری مپ واسه خودتون عوض میکنید، قیافه مپتون عوض میشه. توی ورلد آف وارکرافت هم همچین چیزی داره میاد. این خودش جا داره یه ویدیو نیم ساعته بگیریم در موردش صحبت کنیم. میگم خبرها خیلی زیاده بچه ها، بهش ویدیوی فردا رو از دست ندید که ویدیوی فردا اصل قضیه است. بلیزارد اومده توی شاپش یه سری آیتم جدید اضافه کرده، سیوشرت وارویتین. آه حاجی، این آیتما رو من واقعا دلم میخواد بخرم ولی ما دسترسی نداریم به شاپ آنلاین بلیزارد. یعنی میشه یه روزی ما این آیتما رو بخریم؟ خدایا خودت کمک کن. باید وی در مورد دلوزها صحبت کرده بچه ها. دلوزو خیلی ساده بخوام بهتون بگم، یه چیزی تو مایه های تورگاست شادولنده. شادولنده یادتون تورگاست داشت؟ یعنی یه دانجن یه نفر است که شما یه ام پی سی هم همراه خودتون تو اون دانجن میبرید، یه سری ابیلیتی پاور میگیری، هیروتون سوپر پاور میشه و جایزه های خفن اند گیم هم توش دراپ میکنه. در مورد دلوز تو همین حد بیشتر توضیح نمیدم و میریم واسه ویدیوی فردا بقیش دیگه. باز دوباره در مورد تالنت تری جدید که اومده، میتونید به تست کنید واسه هیروهای مختلف و همه 464 مانتی که توی استارت وارویتین دراگون رایدینگ دارن مشخص شد بچه ها. و یه سری از ابیلیتی های دراگون رایدینگ هم تغییر کرده که حالا خیلی مهم نیست ولی تو ویدیوی فردا بیشتر بهش اشاره میکنم. و اینجا لیستی از 464 مانتی که قابلیت دراگون رایدینگ پیدا میکنند و داریم میبینیم. من فقط میخوام ببینم مانت ویال آف سندز توشون هست یا نه، چون اگه مانت ویال آف سند توشون باشه باش میشه 3-4 نفرش سوار دراگون شد و یه حرکت سامورایی وار زد. ولی من اینجا مانت ویال آف سند رو نمیبینم متاسفانه. بای دی وی
این مانترا رو بخوایم بررسی کنیم خودش یه سال طول میکشه. 464 تا از مانترا که تا الان دراگون رایدینگ نمیشد باشون کرد به سیستم دراگون رایدینگ اضافه میشن و یواش یواش تو آپدیت های بعدی بلیزارد سعی میکنه تمام مانترا بازی رو به دراگون رایدینگ اضافه کنه. وارویتین اولین چیزی که ما باش روبرو میشیم، اولین دشمنی که ما باش روبرو میشیم نروب ها هستن، نروبیانا یا این عنکبوت ها یا سوسکا یا به قول گفتنی چه میدونم هر چی که شما بهش بگید، دقیقاً تو عکس دارید میبینید. داره در مورد لوکیشنشون و اولین حالا لوکیشن هایی که ما تو بازی میبینیم صحبت کرده، میگن که خیلی وایب لیژنه، دقیقاً تو لیژن هم با نروب ها میجنگیدیم دیگه. دیگه من خبر رو کامل براتون نخونم چون خیلی طولانیه. خبر بعدی بچه در مورد تایر ست روگی که داریم میبینیم، تایر ست سیزن 1 وارویتین، به نظرم تایر ست واقعا قشنگی داره روگش، پشمام. تایر ست بچه درویدم اومده، حالا چه تایر ست قشنگی داره درویدش، چه تایر ست های خوشگلی واقعا طراحی کردن ریدوم هاجی. این خبرها تا اینجا بچه، تا اینجا خبرایی که اومده بود سعی کردم خیلی سریع تیتروار واسهتون بخونم، همونطور که 10 بار تو ویدیو تکرار کردم، ویدیویی که فردا میاد خیلی دقیق‌تر با یه ادیت بهتر و یک ویدیو با کیفیت‌تر حتما ویدیو فردا رو از دست ندید که کاملا دیگه نکته به نکته همه چی رو بررسی می‌کنیم. و یه نکته خیلی خیلی مهم بچه، ما پلی لیست جدید کاتاکالیسم کلاسیک رو توی کانال شروع کردیم، از ویدیوهاش از 0 تا 100 داره میاد. اگه دوست دارید کاتا بازی کنید حتما اون پلی لیست رو دنبال کنید. خیلی از سوالایی که از من می‌پرسید تو اون ویدیو هست، توی بخش بندی زیر ویدیو میتونید پیدا کنید. مثلا بچه‌ها میپرسن چه کلاسی خوبه واسه کاتا، چه ریلمی خوبه، تو اون ویدیو جواب دادم. واسه وارویتین هم بچه‌ها به زودی یک پلی لیست جدید درست میکنیم و از صفر آموزش‌ها رو توش میذاریم، پس حواستون به دو تا پلی لیست جدیدی که تو کانال ایجاد شده باشه. ماچ به کله همتون، ببینم وارویتین چیکار میکنید دیگه.